جهان از نگاهی دیگر. میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان. برنامه از رادیو مانی. درود به شما هم‌میهنان و بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی. من مانی هستم. همونطور که شما در جریان هستید، ما در یکی دو ماه اخیر به طور اخص و ویژه تاکیدمون بر بررسی اوضاع سیاسی در بین اپوزیسیون، مخالفان که جناح‌های گوناگونی دارند بوده، از طرفداران نظام پادشاهی، طرفداران جمهوری که خود شاخه‌های گوناگونی دارند، تا پیوند همه اینها با آنچه که در ایران می‌گذرد. و هنوز البته ما به نتایج زیادی در این برنامه‌ها رسیدیم، یعنی من به عنوان یک شنونده این برنامه که در برنامه حضور دارم، خیلی نکات برام روشن شده که امیدبخش هست، ولی در مجموع هنوز هم من به طور کلی این وضعیت رو به ویژه در بین مخالفان، احزاب سیاسی و شخصیت‌های سیاسی در خارج از کشور مهالود می‌بینم. یعنی به گونه‌ای واضح نیست که من ایرانی بدانم بسیار خوب الان که وضعیت این گونه خطیر است، تکلیف من چه می‌شود، تکلیف کشور ما چه می‌شود، تکلیف حکومت در ایران چه می‌شود و تکلیف این اپوزیسیون و شخصیت‌های سیاسیشون در انجام به کجا. عرض کنم که من امروز همونطور که خواهید دید سه میهمان گرامی دارم: آقای دکتر بهرام بهرامیان، آقای دکتر براتی و شاعر گرامیمون آقای یغمایی، و میخوام با اینا چند تا پرسش رو مطرح کنم که فکر میکنم پرسش برخی از شما بینندگان و شنوندگان هم باشه. نخستین پرسش من این هست که آیا با این حرکت لاک پشتی مبهم و مهالودی که در بین اپوزیسیون و مخالفان وجود دارد، که بعداً دلایلش رو دوستان باز خواهند کرد که آیا چنین هست، و اگر مردم از اپوزیسیون کم امید بشوند یا ناامید بشوند، ممکن است که به دامن استمرار طلبان و اصلاح طلبان حکومتی و بیرون از حکومت بیفتند و این دور باطل تاریخ ایران باز هم تکرار و تکرار بشه. آغاز میکنم با آقای دکتر بهرامیان. بفرمایید، نظر شما رو میشنم. اولاً درود بر شما و تمام بینندگان عزیز شما و شرکت کنندگان عزیز در این نشست. قبل از هر چیز می‌خواستم من این نکته رو روشن کنم که هر جنبشی، هر تظاهراتی، هر حرکت سیاسی که از طرف مردم شروع میشه، نهایتاً می‌بایستی یک سازماندهی و تشکیلات قوی داشته باشه که در انتها بتونه پس از فروپاشی اون رژیم موجود کشور رو اداره کنه، به آرامی اداره کنه، با نظم اداره کنه و در واقع برنامه داشته باشه. ما چنین چیزی رو نداریم در ایران و الان 40 سال متاسفانه مخالفین سر هم میزنن یا هر کسی دنبک خودشو دست میگیره و نتونستیم به اون نتیجه برسیم. خب اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشه، یعنی سازماندهی و تشکیلات قوی نداشته باشه که این جنبش رو هدایت کنه، نهایتاً دو حالت داره: یا خود آقایون یه بدل درست میکنن، حالا به اسم اصلاح طلب یا اصولگرا یا هرچی، یا یک نظامی رو میفرستن اونجا شبیه مصر. چیزی نصیب ملت نمیشه. ممکنه لباسشون عوض شه،
عمامشون رو بردارن چکم پاشون، ولی وضع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایران عوض نخواهد شد، بدل خواهد. و اگر آماده نباشیم در این جنبش، برفرض هم که رژیم فروپاشی بکنه و فشار مردم، عاقبت مملکت هم فروپاشی میکنه. ببینید وقتی نیروی قوی نباشه، یک نیروی ائتلافی مردمی نباشه که ملت رو بتونه هدایت کنه و جنبش رو به سرمنزل برسونه، به پیروزی برسونه، طبیعتاً اون موقع مملکت هم فروپاشی خواهد کرد، متلاشی خواهد شد یا تجزیه خواهد شد، هر جورشون باشه. خب این هست، رژیم هم این مسئله رو میدونه، به همین علته که انواع اقسام بدلها رو درست میکنه، نیروهای نفوذی درست میکنه، میفرسته میونه مخالفین. ما اپوزیسیون به اون معنی نداریم، مخالف داریم، گروه های 5 نفره، 2 نفره، 5 نفره و غیره، ولی اینها تا متحد نشن، امگام نشن و یک نیروی قوی به وجود نیارن، نیروی در بساط نیست، در کار نیست. لذا سعی این رژیم اینه که بتونه تمام این نیروهای مخالف رو پراکنده کنه. حالا یه وقت نفوذ میکنه، یه وقت میاد کارهای دیگه انجام میده، پرشگرد و بره درست میکنه، انواع اقسام چیزهای بدلی درست میکنه، یا اینکه مخالفین رو در ایران به زندان میندازه یا در ایران در خارج به قتل میرسونه که خودتون دیدید، از فروهرا گرفته تا بختیار و و و بره، که اخیرا هم در دانمارک اینا شروع کرد به سبکی که برایاتشون دادن کارشو بیرم انجام دادن. این هست، این وضع. اگر این رو نمیخوان، این رو میبایست تشخیص بدیم که نیروهای مخالف رژیم میبایستی با همدیگه همگام بشن، همصدا بشن، یک نیرو واحد به وجود بیاد. حالا چه جور اون به وجود بیاد بحث دیگه است که خدمتون عرض میکنم نشست بعد. بله، مثل که از قرار بود که بعد از فرمایشات دکتر بهرامی من حرفی بزنم. بله بفرمایید. بله، یک گفته رایج هست که درست هم هست و اون این که نظام‌های سیاسی، به وجود نظام‌های سیاسی استبدادی زمانی فرو می‌ریزن که بالایی‌ها نتوانن و پایینی‌ها نخواهن. این پایینی ها که مردم باشن مدت بسیار طولانی است که نمیخوان، اما بالایی ها هنوز میتوانند. علت توانستنشون هم دلایل گوناگون داره، هم دلایلی در زمینه بین المللی داره، ما میتونیم بگیم که این حوادث منطقه‌ای به کمک این نظام و رژیم آمده، اتفاقاتی که در افغانستان افتاد، در عراق افتاد، حمله آمریکا به این دو کشور و بعد همدست شدن جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدین در همین زمینه، بر صورت یا این بحران‌هایی که در منطقه خاورمیانه پیش آمد دلیل این شدن که بر صورت به نحوی خیال حکومت از بیرون و از داخل راحت باشه. این دلیل به اصطلاح خارجیش هست. اما در مورد دلیل داخلی هم یک مسئله هست که برای فروپاشی نظام‌های استبدادی یک روالی وجود داره و اون روال معمولاً اینطور هست که اپوزیسیون این نظام‌ها زمانی قوی میشن، زمانی پا به عرصه فعالیت اجتماعی میگذارن یا نمود و نماد پیدا میکنن که فروپاشی سیاسی نظام حاکم شروع شده باشه و این فروپاشی سیاسی در ابعاد قدرت به معنی فروپاشی قدرت هم گسترش پیدا کنه. فروپاشی نظام حاکم مدت هاست که شروع شده، ما آثار اون رو میبینیم، همین پیدایش مافیاهای مختلف اقتصادی درون نظام، فرار فرماندهان درجه اول سپاه با
دلارهای دزدی شده از ثروت ملی به خارج و همینطور فرار فرزندان سردمداران رژیم به خارج و از طرف دیگر مرتب این درگیری های داخلی نظام که به هر صورت نمیتونه جوابگوی هیچ کدوم از احتیاجات بشه. در زمینه اقتصادی این مشکل پیدا شده، در زمینه کشاورزی مسئله هست و ما در زمینه های مختلف این مشکلات رو میبینیم. اما علت این که اپوزیسیون هنوز نتونسته از این موقعیت استفاده بکنم چند دلیل داره. خب یه مقدارش رو جناب دکتر برمانی بهش اشاره کردن، ولی مردم معمولا زمانی به حرف اپوزیسیون به صحنه میان که حدس بزنن میان هزینه و نتیجه یک رابطه ای هست. اگر مرتب در خیابان‌ها و در صحنه‌های گوناگون در اعتصابات و غیره حاضر میشند و ظاهر میشند و کشته میدن و اتفاقی نمیفته و هدایت پیدا نمیکنه و حرکتی نمیبینن که بتونه از مجموع این اقلیت‌های گوناگون یا از مجموع اجزای گوناگون فعالیت مردم در صحنه سیاسی یک مجموعه اقتدار اپوزیسیونی بسازه، خب معلومه به صحنه کمتر میاد. ولی یک مثلا هست، زمانی هست که مردم نه به دلیل این که حتما اپوزیسیون را فرا میخونه، بلکه به دلیل استیصال، به دلیل استیصال صحنه میاد. ما در رابطه حرکت مردم در رابطه با مسئله آب در اجزای کشورمون دیدیم، در رابطه با الان گرانی و نبود درآمد و بیکاری دیدیم، در رابطه با مسئله بخصوص بیکاری جوانان دیدیم، در رابطه با سرکوب اقلیت‌های قومی ما اینها رو ما دیدیم. ولی هنوز اون اپوزیسیونی که بخواد از این مسائل استفاده بکنه به اون شکل وجود نیومد. اما من اونچنان ناامید نیستم، چون در این ماه‌های گذشته علائمی از این دیدم که یک نوع همگرایی میان مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین آزادی خواه جمهوری اسلامی و اپوزیسیونی که در خارج هست به وجود آمده و این فکر داره قوت میگیره که بدون یک ائتلاف گسترده ملی که در اون تمامی اجزای اپوزیسیون آزادی خواه و دموکرات که به سه اصل اساسی توجه داشته باشن، یک از تمامیت ارضی ایران دفاع بکنن، دو خواستار یک نظام پارلمانی کثرت‌گرا باشند، سه اعتقاد داشته باشند به جدایی حکومت، دین و ایدئولوژی. این مسئله بسیار اساسی است که الان داره پایه و زمینه میشه. دیگه ربطی به این مسئله نداره کی از کجا آمده، ممکنه کمونیست باشه، ممکنه که مشروطه خواه باشه، ممکنه جمهوری خواه باشه و یا مذهبی باشه ولی یک نوع مذهبی سکولار باشه و این اصول رو قبول داشته باشه. فکر میکنم الان زمان اون فرا رسیده که این اپوزیسیون، این ائتلاف گسترده ملی در چارچوب یک کنگره ملی به وجود بیاد و این کنگره ملی پایه و اساسی بشه برای عقب راندن نظام، ایجاد شرایطی که ما حالت گذار وجود داشته باشه و ما بتونیم که از شرایطی که پیش میاد در تلفیق مسائل داخلی و بین المللی بتونیم کار رو به پیش ببریم. یک مسئله هم در پایان مسئله خدمتتون بگم. در ایران ما در 100 سال گذشته هر اتفاق بزرگ ملی که افتاده یک لینک خارجی داشته. آمدن رضا شاه جنگ جهانی اول، رفتن رضا شاه جنگ جهانی دوم، آمدن مصدق، بعد عرشبت کودتای 28 مرداد، انقلاب 57، اصلاحات ارضی شاه، تمام اینها یک لینک بین المللی، یه نوع ارتباط به شرایط حضور ایران در صحنه جهانی داشته. الان هم با این ماجراجویی هایی که جمهوری اسلامی انجام میده در صحنه منطقی و در صحنه بین المللی، احتمال این که این لینک بین المللی هم کارساز بشه وجود داره. صحبتم تمام شد همینجا.
بله آقای یغمایی گرامی، نوبت شماست، میکروفونتون رو باز کنید، بفرمایید. با درود مجدد به همیهنان عزیز و دکتر بهرامیان، دوست گرامی های براتی. ببینید، من چیزی بیشتر از نکات بسیار درستی که دوستان اون توجه کردند و با پختگی ارائه کردند ندارم، ولی از اونجایی که کارمون به جز ادبیات روی تاریخ ایران هست، میخوام تاکید بکنم که شرایطی رو من میبینم که مفهوم این ملاها وقتی اومدند، اینها بر سه پایه تالا حکومت کردند. نخست بر پایه کاریسما و اون جنونی که در به اصطلاح اون انقلاب 22 بهمن دچار شد، که یک شیخی گویا از آسمان نازل شده، ولی این کاریسما به زودی شکست و اینها با سرکوب و ترس ادامه دادند و پول، یعنی کشتند امثال فروهرها رو و بسیاری دیگر رو در قطعه زنجیری سرکوب کردند، خریدن بعضی رو و دارن ادامه میدن. و طی این 40 سال دو چیز اصلی، یک آزادی مردم ایران بوده که قابل مقایسه با رژیم قبلی نیست، من اینو عمدن تاکید میکنم. ما باید از این خیالات خلاصه شخصی بیایم بیرون. دو، وطن. من در شرایط کنونی با توجه به تاریخ ایران، نخست خطر رو قبل از همه متوجه وطن و تمامیت ارض ایران میبینم، زیرا ما تا وطنی نداشته باشیم، تا کلبه ای نداشته باشیم، نمیتونیم بنشینیم و بر سر آزادی و چگونگی دموکراسی به قول معروف توی سر و کله هم بزنیم، بحث کنیم که بگیم آقا طبقه کارگر بیاد، کشاورزان پیروز بشن، طبقه متوسط پیروز بشه. و الان این در خطر توسط ملاها. و چیزی که ما باید واقعا اینو بفهمیم، یک دوره تاریخی شگفت. ببینید، در طول تاریخ چندین بار این تکرار شد. یک بار در حمله اعراب ایران تبدیل شد به خانخانی و تجزیه شد، یعنی تا قبل از اون ایران تجزیه نبود، 4 تا دولت حکومت کرده بودن که یکیش سلوکیان خارجی بود، 3 تاش ایرانی بودن، اگرچه مثل امروز نبود، ولی یک شاهنشاهی بود که یک نفر روی تمام مساحت ایران که در بزرگترین موقعش 12 میلیون کیلومتر مربع بود سلطه داشت و ایران اومد 1400 سال جلو. بعد از اعراب ایران تجزیه شد، 7 تا 8 تا حکومت همزمان بود. بعدها در دوره صفویه 14 تا حکومت رو شاه اسماعیل در هم کوبید، با خوب و بد شاه اسماعیل کاری فعلا ندارم، و دوباره ایران به هم چسبید. یک دوره در دوره نادرشاه تکرار شدیم که یک شخصیت تاریخی بلندشون موقع حزبی نبود و ایران رو، اگر ما بتونیم مهمترین کار نادر رو با نقدش بررسی بکنیم، این بود که ایران پس از افغانها دوباره به نوعی یک پارچه شد و آخرین بار رضا شاه بود که مفهوم دولت و ملت رو خلق کرد. به نظر من برای اینکه رضا شاه برخلاف تحلیل های چپ و تحلیل های زاویه دار، به نظر من حاصل انقلاب مشروطه بود، حاصل ناکامی مردم از انقلاب مشروطه و 13 سال خستگی قحطی، 1/4 مردم ایران مردن، ایران در حال تجزیه بود، راهزنان دزدان از بلوچستان بگیرید تا لرستان و تا کردستان. متاسفانه الان بسیاری از کسانی که چهره ملی نبودند و راهزن بودند و قاتل بودند، در شمار قهرمانان ملی قرار گرفتن و تجزیه طلبان دارن اینها رو مطرح میکنن. روی این نکات من تاکید کردم که به فکر وطن باشیم. و اگر من امروز اینجا هستم و صریحا چنان که در برنامه‌های قبلی گفتم باید حول شاهزاده رضا پهلوی متشکل شد، دقیقاً به این دلیله. من روزگاری در سال 54 سرود جشنهای 2500 ساله رو به من یک مجاهد تبدیلش کردم به سرودی برای مجاهدین و عوض کردم اینو، گفتم این سرود رو استاد حنانه ساخته بود. وقتی از ستمگران تیر هر کرانه شد، روشن از شهان ما چهره زمانه شد، من اینو کردم. وقتی از ستمگران تیر هر کرانه شد، روشن از مجاهدین چهره زمانه شد. سالها من جنگیدم در آرزو این که این رژیم سرنگون بشه با جنبش مجاهدین، و امروز در سن 66 سالگی و پس از 46 سال که یا تبعید یا زندان بودم یا آواره، به این نتیجه رسیدم. و واقعا
با تمام وجود احساس میکنم ایران در خطره، باید حول مسئله وطن و آزادی و تمامیت ارض ایران ما متشکل بشیم، که اگر نشویم همونطوری که دوستان اشاره کردن این رژیم مانور خواهد کرد. مردم موقعی که آلترناتیو و خود نیروی نباشه که سرنگون بکنه، خب چه بکنن؟ همینطوری که بارها به خاتمی دل بستند، نباید پنهان کرد، رأی دادن بسیاری از مردم به روحانی و رژیم آخوندها با حق بازی، در حالی که پشت پرده دست روحانی و خاتمی و خامنه‌ای در دست هم هست، فریب خوردن. و من تأکید میکنم که این بار این فریب میتونه بسیار خطرناک بشه، زیرا برخلاف مصر و مراکش و اینجاها، ایران بسیاری مبانی و بنیادهاش ضربه خورده و اگر یک تحول جدی رخ نده که با هماهنگی همه ما باید به این مسئله توجه بکنیم که میهنمون در خطر، ایران در فروپاشی آخوندها ممکنه همراه با فروپاشی ایران باشه. یعنی من از این حرف میگذارم که آخوندها میگن اگه ما بریم فروپاشی شکل میگیره، اون حرف اون است، ولی یک خطر واقعی هم وجود داره و اینجاست که باید ما توجه داشته باشیم. هیچ جناحی نمیتونه درد این میهن رو خلاصه دوا بخونه، چون تحولات یا کودتاست علیه یک پادشاهی، دولتی کودتا میشه، یا شورش هست، شورش بی نتیجه هست، مثل شورش تایپینگا در چین یکی 2 میلیون کشته داد به هیچ جا نرسید، یا یک انقلاب هست، یا یک تحول واقعی و جنبش ملی. ما باید بریم به طرف جنبش ملی، تابوهامون رو بذاریم کنار، گذشته گذشت و رفت، هنوز ما یک نقد درست، هنوز گرفتار تابوها هستیم، یک نقد درست از دوران پهلوی نداریم و نقاط مثبتمون رو نمیبینیم و پشت تئوری هامون گیر کردیم، در حالی که مردم اومدن رنج میکشن. 60-70 دادن سیغه رو در مشهد خواهر و مادر ما هستن اینا، کارگر گرسنه است و تجزیه طلب در حال گرفتن پول و سودای خیانت و تجزیه ایران، و ما اینجا هنوز درگیر تئوری ها هستیم. باید این خطر رو حس کرد که اگر جمع نشویم میهن در خطره، و اگر میهن برود ما همان قومی خواهیم شد مثل یهودیان که قرنها تاریخ داشتند و جغرافی نداشتند، ولی اونها امروز جغرافی دارند، و ما اگر نجنبیم مانند آنها نخواهیم شد و تاریخ هم ما رو لعنت و نفرین خواهد کرد. این اشاره بود که من میتونم بخونم. بله دوستم، سوای این که در درون ایران همه چیز به هم ریخته و شما به اشاره گفتید و در جای دیگه هم فراوان گفته اید و درست هم هست، ایران آتش‌هایی در منطقه برپا کرده، یک جبهه بزرگی هم در منطقه هم جهان علیه خودش درست کرده، و اختلافات درونی رژیم هم این خطر رو تهدید میکنه که با یک کودتای سر و همه قضیه رو به هم بیارن، و همه اینها ضررش پای جغرافیای ایران رو خواهد گرفت اگر جنگی بشود، ضررش پای مردم ایران رو خواهد گرفت که بر ثروت نشستند ولی سفرهشون تهی است، و در تاریخ ایران رو تا سالهای آینده، دهه های آینده دچار نکبت و جنگ و نفرت و خونریزی خواهد کرد. از همین جاست که من این نگرانی رو در همه شما و هممیهنان دیگری که باشون در تماس هستم میبینم، که میگویند برای مقابله با این خطرات بسیار بسیار جدی و تا دیر نشده البته، باید یک جبهه، یک ائتلافی، یک اتحادی صورت بگیره، و شما اشاره کردید که ممکنه اگر چنین آلترناتیو نیرومندی ایجاد نشود، حتی اصلاح طلبان درون حکومت که آقای یغمایی به درستی اشاره کردن که همشون یکی هستن، یک کاسه هستن، اینها بیان و دوباره ظاهراً رهبری یک جریان رو با اندکی لبخند و فریب و دروغ به دست بگیرند و ایران باز دچار همین چپاولی باشد که الان هست، در واقع چپاول ادامه پیدا بکنه. خب اینجاست که
ضرورت ائتلاف وجود میاد که آقای دکتر بهرامیان هم بهش اشاره کردن که گفتن راه چاره همینه و آقای دکتر براتی هم اشاره کردن که نشانه های خوشبختانه از این قضیه دیده می شود. خب آنهایی که پشت پرده های نشست های سیاسی اپوزیسیون و مخالفان حضور دارن یا خبر دارن از اونها بهتر از منی که نیستم میدانن، اما من که از بیرون نگاه میکنم جلوه های بیرونی این اتحاد رو، این ائتلاف رو، یا این همگرایی رو، هنوز که ائتلاف جدی وجود نیامده، این همسویی و همگرایی رو من نمیبینم. آیا این جریان آلترناتیو مخالف ها که جریانات سالمی هم توشون هست، شخصیت های نامدار و ارزشمندی هم توشون هست، این توان رو دارن واقعا که یه مقدار شتاب کنن از این حرکت لاک پشتی 40 ساله بگذرن و سریعتر همدیگر رو دریابند، بلکه بتوانند اون هسته نخستین گلوله برفی رو ایجاد کنن که با چرخش خودش بزرگ و بزرگتر بشه؟ آقای بهرامیان نظر شما در این باره چیست؟ بایزه سرکار، اولا با تایید فرمایشات جناب براتی میخواستم عرض کنم که بله، نفوذ خارجی و قدرت‌های خارجی سرنوشت ما رو به اینجا رسوندن. حتی در زمان بسیار زلزله 57 که روی انقلاب 57 میذارن، نقش و کارایی و غیره همه دست خود آقایون بود. خوندید میدونید، همه اطلاع دارید. خب این روند اگر ادامه پیدا کنه، همه جور که جناب یغمایی هم فرمودن، نهایتاً اگر ملت در این جنبش به پیروزی نرسه، یک دولت بدل به ظاهر ممکنه حالا اصلاح طلب باشن یا هرچی دیگه، ولی ماهیتشون همین اسلامی خواهد بود، همین سرکوبگری و استبداد خواهد بود، سر کار میاد و ملت چیز از این مسئله، از این تغییرات بهره نخواهد بود به هیچ عنوان. خب همین رو ما میدونیم. اگه جلوی این مسئله رو بخوایم بگیریم، یک نظامی رو بر ایران حاکم نکنن یا گروه های دیگه ای رو مثل 57 سر کار نیارن، تنها راه اینه که خود ملت دست به دست هم همگام بشه، متحد بشه و این نیروه که میتونه جلوی نفوذ خارجی رو بگیره. اگر زمانی بود که ما دولت قوی مثل روسیه و انگلستان بودن که ایران رو تکه پاره کرده بودن، تقسیم کردن میون خودشون و نفوذ داشتن در دستگاه‌های سیاسی ما، امروز 5 تا کشور هستن. امریکا هم هست، چین هم هست، اسرائیل هم هست. خب تنها وسیله‌ای که ما میتونیم جلوی این مسئله رو بگیریم و ملت رو به سرمنزل پیروزی برسونیم، عرض کردم همینجوری رو یک بایان فرمودن، این جنبش ملی رو میبایستی کمک کرد. ملتی که میتونه در مقابل این تهاجم بیسته، ایستادگی کنه، پایداری کنه و رژیم خودش رو تعیین کنه، سرنوشت خودش رو دست به دست بگیره. خب در ایران، امروز در ایران به هیچ عنوان سازماندهی و تشکیلاتی که شما لازم دارید ملت ازش تابعیت بکنه و یک نیروی ائتلافی به وجود بیاره، وجود نداره، نمیذاره این سیستم، این رژیم نمیذاره به هیچ عنوان. به محض اینکه گروه ها و از 5 نفر بیشتر بشن، 3 نفر بیشتر بشن، دو جلسه پشت سر هم داشته باشن و غیره، میاد سرکوبشون میکنه، یا میندازشون زندان یا به قتل میرسونه. پس در داخل نمیشه این کار رو انجام داد. آتش های هستن زیر خاکستر، ولی اینا نمیتونن متحد بشن و تبدیل به یک علو بشن، یک آتش قوی بشن، نیروی قوی بشن. خب اینجاست که وظیفه تاریخی مخالفین خارج از کشوره، عرض کردم مخالفین خارج از کشور، نه اپوزیسیون نداری، مخالفین خارج از کشور میتونن به عنوان کاتالیزور و میبایستی به عنوان کاتالیزور بیان این سازماندهی و تشکیلاتی که ایران لازم داره از خارج بهش کمک کنن به وجود بیارن.
این در واقع نیروهای داخلی رو و این آتش‌های زیر خاکستر رو از خارج میشه این کار به هم پیوند داد یا به هم دوخت به قول بچه ها. در به این صورت میتونن این کار رو بکنن، مشروط بر این که مخالفین خارج از کشور یک نیروی واحد و متحد و همگام رو به وجود بیارن. قول محور خاص جناب براتی اشاره فرمودن و من میخوام تأکید کنم این محور مشترک که در قدم اول تمام نیروهای خارج از کشور، مخالفین خارج از کشور میگوستی بپذیرن و دست به دست هم بدن تا بتونیم جلو بریم، اول حفظ تمامیت ارضی کشوره، دوم نفی کلیت این رژیم اسلامی و جداییش از به اصطلاح جدایی دین از سیاست و دولت، سوم اعمال قوانین حقوق بشره. در اون چارچوب ما به تدریج میتونیم دموکراسی رو نهادینه کنیم. یعنی چی؟ یعنی در اون شرایط شما میتونید احزاب آزاد داشته باشید، مطبوعات آزاد داشته باشید، زندانی سیاسی نداشته باشید. در چنین شرایطی شما میتونید مردم ببرید پای صندوق‌های رأی که آگاهانه تصمیم بگیرن نظام آینده کشور چجوری میخواد باشه، چطور میخواد باشه و قوانین آیندهش چه خواهد بود، قانون اساسی جدیدش چه خواهد بود و و و غیره. این محور مشترکه. اگر دوستان تحت این محور مشترک به توافق برسن، عده‌شون رسیدن، همین اصل اساسی است و قدم اوله. در این چارچوب اون موقع وظیفه ایرانی‌های مخالف خارج از کشور روشن میشه. کمک باید بکنن برای ایجاد یک دولت ائتلافی ملی. اگر چنین دولت ائتلافی ملی قبل از فروپاشی رژیم برپا نشده باشه و برنامه هاشو به ملت ارائه نداده باشه، وای به حالت اون کشور و ملت. اینها میبایستی قبل از اون به اون مرحله برسن و این تصمیم رو بگیرن، گرفته بشه. خب برنامه ها غیرش ارائه شده به مردم، حالا ناقص یا کامل بماند. نیروهای داخلی هم دارن روی این کار میکنن و برنامه هاشون دارن به مردم عرضه میکنن. این در واقع نمیخوایم مثل زمان خمینی که اومد وعده داد نفت رو میارن مجانی در خونه ها تو میدم اتوبوس مجانی خواهد شد و غیره، وعده های تو خالی. برنامه های سازندگی کشور که مردم رو از بیکاری به در کنه، فقر رو از بین ببره، مسئله اقتصادی و مالی کشور رو حل بکنه، اینها تهیه شده به مردم عرضه شده. تنها چیزی که انجام نشده وجود یا به وجود اومدن یک دولت ائتلافی ملیه که بتونه پس از فروپاشی کشور رو اداره کنه. ما نظم میخوایم که این کشور به آرامی جلو بره. با خشونت، با تنش، با آشوب و هرج و مرج شما نمیتونید کشور رو اداره کنید. به هدفمون نخواهیم رسید. و این رو میبایستی مخالفین خارج از کشور تشخیص بدن. حالا اگر به این نتیجه برسیم، اون موقع است که شما میبینید عمال خارجی، دول خارجی دیگه نمیتونن نفوذ بکنن، دیگه نمیتونن خرابکاریاشون ادامه بدن. اگر چنین نیروی قوی رو ما نداشته باشیم، اون موقع است که این آقایون 5 تا کشور 6 تا کشور هرچی هستن، هر کدومشون برای حفظ منافع خودشون منافع ملی ما رو زیر پا میذارن. از دیگه ندارم. بسیار خوب. آقای براتی گرامی، شما شنیدید که آقای دکتر بهرامیان بر ضرورت ایجاد یک ائتلاف، همبستگی و حتی دولت ائتلاف ملی در خارج از کشور اشاره کردند و شما در دور پیشین فرمودید که نشانه‌هایی از این رو می‌بینید. میشه من از شما خواهش کنم یه مقدار این قضیه رو روشن‌تر بیان کنید و آدرس‌های رو بگید که مایه تقویت روحیه مردم بشه، بدونن که از کجاها دارن به همدیگه نزدیک میشن
آدرس منظورم آدرس اشخاص نیست، البته اگه بخواید هم میتونید نام ببرید، بلکه نشانه هایی که نشان بدهد از جهات گوناگون این اپوزیسیون یا مخالفین دارن بیدار میشن، دارن به هم نزدیک میشن، دارن به یک ائتلاف میاندیشن، ای بسا دربارش با هم مشورت هم داشته باشن. بفرمایید. بله، عرض که چشم، این رو خواهم گفت. اما پیشتر عرض کنم که من اصلا نگران این مسئله که این حکومت زمام امور رو دست اصلاح طلبان در این حکومتی بده، همچی دقیقی همچی فکری ندارم، همچی اتفاقی نخواهد افتاد. ولی اتفاقی که ممکنه بیفته همون چیزیست که دوستانم اشاره کردن، یک کودتای نظامی درون نظامه. اگر توجه کرده باشید این اواخر در ایران خیلی زیاد افرادی از درون حکومت هی استناد به رضا شاه میکنن و تعریف میکنن از اتفاقاتی که اون زمان افتاده و شرایط ایران داشته و غیره. این گفته ها این طور تعبیر میشه که اینها در حقیقت جامعه رو آماده میکنن برای حضور یک دیکتاتور صالح، که حالا این دیکتاتور صالح مثلا آقای قاسمی از سپاه قدس مثلا باشه، کسایی طور. فکر اینام البته اینم بگم، من خودم فکر میکنم اگر همچی اتفاقی بیفته، یعنی ما یه حکومت نظامی از دل جمهوری اسلامی بیرون آمده باشه، نسبت به وضع کنونی بهتره. چون ما دیدیم حکومت‌های نظامی معمولاً کودتا در کودتا میکنن مرتب، چون اون دیگه اساس ایدئولوژی به اصطلاح اصلی حکومت از بین رفته. کسی که حکومت نظامی اعلام میکنه میشه مثل جمهوری اسلامی پاکستان، که پاکستان هم زمان ایجادش جمهوری اسلامی بود، بعدن هم دیکتاتورهای گوناگون حکومت کردن به نام جمهوری اسلامی، الان هم اون جمهوری اسلامی هست. این احتمالش هست اگر فروپاشی نظام پیش بره، برای جلوگیری از به اصطلاح فروپاشی قدرت و از بین رفتن زمام امور از دست اسلامی ها و رسیدن نیروهای آزادی خواه اپوزیسیون به قدرت بخوان جلوگیری بگیرن، چیزی ممکنه. ولی من اینکه اصلاح طلبان الان یعنی حکومت بخواد برای گول زدن مردم و بیرون امکانی به اصلاح طلبا بده، من هم چیزی رو نمیدونم. اما در مورد فرمایش شما، ببینید نشانه ها چیا بودن. چندی پیش یک بیانیه امضا شد از طرف 15 نفر و حکومت رو دعوت کرد که من نمیدونم صدای من شنیده میشه؟ علیکم، من نمیشنوم صدای دوستان. بسیار خوب، عرض شود که بیانیه منتشر شد، حکومت رو دعوت کرد به دلیل اینکه هیچ گونه امکان حل مسائل مملکتی رو نداره، بیاد داوطلبانه خودش رو در یک رفراندوم عمومی به رأی مردم بگذاره. این 15 نفر 8 نفر از داخل کشور بودن و 7 نفر خارج، برای اولین بار بود. از اون جمع که امضا کننده بودن، خانم نسرین ستوده الان در زندانه، خانم نرگس محمدی الان در زندانه، آقای شعله سعدی که بعدم پیوستن به این جمع، ایشون الان در زندانه و 2 نفر دیگر. خب این آغاز اون حرکت بود. ما الان در اعتصابات و حرکات سندیکایی، به ویژه اون چی که میانه معلم های کشور اتفاق افتاده، حمایت خیلی زیادی از طرف نهادهای فرهنگی کشورهای غربی با اونها انجام گرفته. بعد الان به اصطلاح سخنگوی اصلی آقای هاشم خاستار که زندانی بودن، ایشون رو بردن به عنوان بیمار روانی در بیمارستان بستری کردند و آمپولهای عجیب و غریب بهشون تزریق کردند و بعد در نهایت مجبور شدن ایشون رو آزاد کردن.
از جمع اینها کسانی هستن، همینطور در مورد سندیکای اتوبوسرانان، همینطور در مورد کارگران نیشکر، هفت‌تپه و جاهای دیگه، شخصیت هایی که از دل این حرکت ها بیرون آمدن دیگر تنها یک بسیار شخصیت های سندیکایی نیستن یا فقط شخصیت های مدنی نیستن. در نبود جریانات سیاسی و احزاب سیاسی، به علت نبود اینها، به هر صورت اثباتی نهادهای مدنی و نهادهای سندیکایی نقش سیاسی پیدا میکنن و شعارها کم کم از شعارهای سندیکایی تبدیل به شعارهای سیاسی میشه. اینجا که دروغ میگن آمریکاست دشمن ما همینجاست، این آغازش بود. تا بعد از میان این درون این حرکت ها ارتباطاتی هست با نهادهای مدنی که در خارج فعال هستن و از اونها حمایت میکنن. این آغاز مسئله است. الان در خارج هم و یک حرکتی آغاز شده که در اون هم جمهوری خواه شرکت دارن، هم تعدادی از مشروط خواه شرکت دارن و هم کسانی از رهبران جریانات قومی شرکت دارن و هم کسانی هستند که مستقل هستند و یا نویسنده هستند. اینها درست در پی ادامه همین فکری که جناب رامیان و دوست دیگریمون و آقای یغمایی هم گفتن، در پی این هستند که درست این ائتلاف ملی در یک شکل سازنده انجام میگیره، به این شکل که در فردای فروپاشی این حکومت خلأ سیاسی نباشه. شما یک دولت موقت مقتدر داشته باشید که این دولت موقت مقتدر بیاد و عرض شود که مجلس مؤسسان رو در تأسیس مجلس مؤسسان کار بکنه، انتخاباتی بگذاره، مجلس مؤسسان تشکیل بشه و مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید و نوع نظام آینده رو تعیین بکنه. این خاص عمومی است که در اون دیگه دعواهای قبلی که بودن در اینجا جایی نداره. هنوز به علت همین بدبینی ها، بی‌اعتمادی هایی که تا به حال جریانات مختلف اپوزیسیون نسبت به هم داشتن، هنوز سنگ راهی وجود داره. اما اون چی که من میبینم اینه که همینطور فقط به خاطر دست یافتن به قدرت نمیخوان دور هم جمع شن. مثلا من میبینم که اتاقهای فکر گوناگون از همکنون راه افتاده برای سامان دادن به وضع اقتصادی ایران، به وضع صنعت ایران، که در این اتاقهای فکری که مربوط به وضع صنایع میشه، سرمایه گذاران و صنعتگران ایران هم شرکت دارند. به طور مثال یا اتاقهای فکر است در مورد حل مسئله آبیاری و حل مسئله کشاورزی و یا در مورد مسائل حقوق زنان در ایران و اتاقهای فکر دیگری که بسیار تولیدات خوبی هم دارند، مشغول کار هستند. یعنی این بار این طور نیست که دوباره ما به میدان بریم و کسانی وارد شن اونجا که چون صحنه رو در دست گرفتند و در مساجد و جاهای دیگه پایگاه قدرت داشتن، الان بتونن به اصطلاح دوباره وضع آینده ما رو تعیین تکلیف برای وضع آینده ما بکنن. به همین دلیل من خوشبین هستم. من از نام بردن اسامی افراد خودداری میکنم، ولی فکر میکنم که دوستان در رسانه ها نشانه های از اون رو دن، از جمله اعلامی هایی که مثلا بر سر مسائل سندیکایی و قومی و بعد دستگیری هایی که میشه، امضاهایی که اینجا الان میبینیم، ترکیب این امضاها دیگه اون امضاهای قبلی نیستن که احزاب سیاسی چپ به طور عام با هم چیزی رو امضا کرده باشن. یک ترکیب میتونیم بگیم ترکیب نزدیک به ترکیب ملی دارن. همین. بله، سپاسگزارم آقای براتی. شما در آغاز دور دوم سخنتون که از کودتای احتمالی در ایران سخن گفتید، از کسی به نام قاسمی نام بردی که احتمالاً منظورتون قاسم سلیمانی. قاسم میخوام درست میفهمید؟ خیلی 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 ممنونم. بله. درست تصحیح کردید. خواهش می‌کنم. خب آقای یغمایی گرامی، شما وضعیت رو الان در چه موقعیتی میبینید؟ آیا دوستان اشاره کردن که
نشانه‌هایی وجود داره، ضرورتش هم که خود شما هم اشاره کردید. آیا شما نیز از جانب دیگری که نگاه میکنید به وضعیت مخالفان نشانه های تولد یک ائتلاف بزرگ رو میبینید؟ من راستش به روشنی آقای براتی نشاید از کمبود دانسته هم باشه، ولی خب این که تحول وجود داره و تکاپو زیاد شده و افراد خلاصه بجون بشتر مدن، این واقعیه، چون که خطر داره احساس میشه، یعنی اهل درد دارن به تکاپو میان. چون ما یه مشکلی هم که اینجا هست، بیدردانن، بیدردان از آسمون سنگ بباره براشون مهم نیست. در این 40 سال ما شاهد بودیم و متاسفانه من خودم شاهد بودم و بسیار رنج کشیدم که بعد از اون جنبش دیماه و جنبش مثلا رانندگان، جنبش معلمان، من آرزو داشتم که تمام ما کنار هم زیر یک بیانیه رو از چپ و راست امضا بکنیم و حمایت بکنیم و صدای قدرتمند خودمون رو به گوش اونا برسونیم، ولی متاسفانه هنوز درگیر اختلافات هستیم. یکی از که میگه من جمهوری خوام، یکی طرفدار طبقه کارگر، یکی تجزیه طلب، یکی مشروط خواه و همدیگه رو قبول ندارن. من همینجا این نکته رو اشاره بکنم، ببینید من بازم تاکید میکنم حول مسئله وطن و نکاتی که شما اشاره کردید باید متشکل شد و نیز ما باید همین الان وقتشه که برخی اشتباهاتی رو که کردیم به نقد بکشیم. من جمله این مسئله ای که من بارها تو صحبتام اینجا اونجا چه جمعی چه فردی گفتم همه باید کنار هم باشیم قولی این مسئله، از سلطنت طلب تا جمهوری خواه، برای اینکه وطن در خطره. و توجه داشته باشیم که گرفتار این دروغ سال 57 که یک انقلاب شد، ببینید انقلاب نشد، انقلاب مثلا تو فرانسه یک انقلاب کبیری بود که به هر حال از یه سیستم کهنه رو به جلو رفت و 200 سال بعد ما میبینیم که دموکراسی اینقدر قویه که رئیس جمهورشون وقتی اشتباه میکنه ظرف چند روز میشونندش سر جا. ما ببینید از سلطنت به امامت پریدیم، یعنی ضد انقلاب کردیم، در حالی که سلطنت به روشنی 1000 بار بهتر از امامت و ولایت اسلامی است و ما به عقب رفتیم، یعنی از قرن 14 هجری شمسی رفتیم به قرن اول و اون دم و دستگاهی که مال یه بیابانهای سوخته بود. بنابراین نخست این رو باید فهمید که این انقلاب نبود، به ما بر نخوره. اگر من امروز به عنوان یک ایرانی جمهوری خواه و دارای سابقه 44-45 ساله دفاع میکنم از اینکه باید قول مثلا آقای رضا پهلوی متشکل شد، به خاطر شناخت این مسئله از کدوم انقلاب. ما هنوز مفهوم انقلاب رو درست نمیدونیم و در این طلبهایی رو طلب میکنیم که الان به ضررمون تموم خواهد شد، برای اینکه وطن در خطره. و نکته‌ای که در مورد سپاه پاسداران گفتم، ببینید من اینجوری میبینم، سپاه معمولا کودتا فرزند، میگن رضا شاه کودتا کرد، البته من قبول ندارم این حرفو، برای این کودتا معمولا یک نیروی ارتش علیه یک شاه میکنه، یک شاه مملکت که نمیاد کودتا بکنه. این تحول ماجرای دکتر مصدق رو باید دقیق‌تر بررسی کرد و این کلمه کودتا ترم درستی نیست براش. به هر حال زمان مثلا مشروطیت میگن کودتای 1299 فردی بود که اومده بود، یک 10-12 سال جنگیده بود، آدمی بود که ایرانو مطمئناً دوست داشت رضا شاه، با هر نقدی که بهش داشته باشیم، این در حقیقت ایرانو از تجزیه و تلاشی نجات داد و شاهد شدیم که 10 میلیون ایرانی که 25% ایلات و عشایر بودن، 50% روستانشین و 25% شهرنشین و هیچی نداشت، نه آمار، نه ثبت احوال، نه بهداشت، این کودتا به هر حال با هر نقدی که بهش بشه موجب شد ایران وارد جهان نوین بشه، برای اینکه خیلی کارهای مثبت کرد. ولی سپاه پاسداران الان هم ایران در دست اونه، ما در ایران با یک حکومت نظامی پنهان روبرویم، تمام اقتصاد ایران در دست اینهاست، غارت‌ها، دزدی‌ها، همه اینها دست اینهاست. گاهی پرونده ها رو میشه، اینایی که فرار میکنن اکثرشون شهردار سابق، سرلشکر بوده، سرتیپ بوده، نمیدونم سردار بوده، و اگر اینها روی کار بیان هیچ تحول واقعی در اینا ایجاد نخواهد شد، زیرا متاسفانه ما حتی با یک کودتای واقعی روبرو نیستیم. کودتاها، هر اتفاقی که در کودتا بیفته معمولا یک مقدار جامعه رو باز میکنه، ولی با این رژیم، با رژیمی که پایه‌هاش تا کمر در
اسلام ارتجاعی و مذهب فرو رفته، با افرادی که به هیچ وجه علاقه به ایران و ایرانی ندارن، زیرا اگر ذره علاقه داشتن ایران رو به این روزگار نمینداختن میهنشون رو. اینها من بارها گفتم ایران فقط یک شکار زخمی است که اینها میخوان تا گوشت و پوست و استخوانشو بدرن و استخوانهاشم بمکن و هیچ نوع وجدانی ندارن. بنابراین من بازم تاکید میکنم باید در کنار هم بیستیم، این نمونه ها رو باید قوی تر کرد، به خصوص در خارج کشور باید تا بار شکست. ما همونطوری که دوستان اشاره کردن در کنار هم باید دولت آینده رو خلاصه اعلام بشه حول یک محور مشخص و حول این سه محوری که دوستان اشاره کردن، تمامیت ارضی ایران، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به عنوان بدترین دشمن این آب و خاک. واقعا در طول تاریخ من تأکید میکنم هیچ دوره ما چنین ایران دچار فلاکت و بدبختی نشده اگر ما زمان رو دریابیم، برای اینکه اینا موقعی اومدن که تاریخ در حال جهش به طرف جلو بود، ایران در حال جهش به طرف جلو بود. بارها مثلا اشاره میکنن همین کسانی به صورت مهندسان مذهبی، چند قدمی آقای نوشته که آره یکی از علل انقلاب 57 فشار اقتصادی بود، در سالهای 57 با برنامه پنجم ایران در بهترین وضعیت اقتصادی بود. ممکنه که ما بگیم که زیربناش نفت بود، ولی طبقه متوسط رشد کرده بود. من خودم از زندان که آزاد شدم شهریور 56 دوچار ناامیدی میشدم، زیرا میدیدم کسایی که میشناسم همه وضعشون بهتر شده و خلاصه جامعه وضع فضای بهتری داره. ولی الان شما نگاه بکنید ما تو چه وضعیتی هستیم و باید حول این سه مسئله حتما متشکل شد، هر چه زودتر، هر دقیقه رو که از دست بدیم دیره. و در خارج کشور باید خطر رو درک کرد و در کنار هم ایستاد. و من چیز بیشتری ندارم و غیر دوستان به درستی توضیح دادند. بله سپاسگزارم. عرض کنم همه شما دوستان میدونید که در طول تاریخ همینطوری بوده، نقش شخصیت در تاریخ بسیار مهمه و اینجا البته در دوران ما و در قرن 21 هدف از نقش شخصیت، نقش یک دیکتاتور زورگو و یک تن در میدان به چرخت نیست، بلکه کسی است که چکیده یک جنبش، یک تفکر همگانی، یک ائتلاف بزرگ باشه. در وضعیتی که شما تصویر کردید و نیز از مخالفان و جریانات گوناگون سخن گفتید، کمتر البته آقای یغمایی اشاره کردن ولی دوستان دیگه کمتر اشاره کردن به یک شخصیتی که به هر حال الان موجود هست، آقای رضا پهلوی، که وجود داره و بسیاری بر این باورن که میگویند او باید پا پیش بگذارد تا این ائتلاف زودتر شکل بگیرد. شما نقش ایشون رو در این مقطع بسیار بسیار حساس چگونه میبینید؟ آیا ایشان باید همچنان در فضای خودش و افکارش بماند و نوع فعالیتش به همین گونه باشد که تا به اکنون دیده، یا اینکه واقعا باید وارد با جناهای گوناگون این ائتلاف تماس بگیره و کمک کنه به اینکه این جریان جلوتر بیفته؟ این معناش این نیست که حتما این جریانات گوناگون هژمونی مطلق رو به ایشون بدهن، خود ایشون هم دنبال چنین چیزی نیست، اما حرکت ایشون، اقدام ایشون در این مقطع حساس میتواند کارساز باشد یا نه؟ آقای دکتر بهرامی بفرمایید. قبل از هر چیز با اجازهتون من نمیخوام به گذشته برگردم و مطالب و تاریخ رو تکرار کنم یا تفسیر کنم. من دنبال راه حل هستم. این معنی که شما فرمودید، دیگه از دوستان فرمودن که یک ائتلاف میون نیروهای خارجی باید به وجود اومد که دولت ائتلافی به وجود بیارن و و و و غیره و دو آلترناتیو بشن. این مسئله من اول باید روشن کنم. هر نیرویی که در خارج از کشور به وجود بیاد میبایستی ریشه داخلی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی با ملیون در داخل
که دست گریبانگیر این مسائل هستن در ارتباط باشه و به اونها کمک بکنه، نه اینکه خودش آلترنتیو بشه. آلترنتیو خودشون دارن. همین دوستان فرمودن از سندیکاهای مختلف، از گروه‌های مختلف، اینا هر کدوم با فداکاری‌هایی که کردن، اینها هر کدومشون رهبر هستن، هر کدومشون یک رجلی هستن برای کشور. اذا برای حفظ تمامیت کشور و نجات وطن که جناب یغمایی بهش اشاره فرمودن، نیروهای داخلی هستن که این کار را انجام میدن. از خارج تنها کاری که ما میتونیم بکنیم صدای ملت رو به جهانیان رسوندن و کمک کردن به اون ائتلاف ملی است، نه اینکه خودمون آلترناتیو بشیم و ائتلاف به وجود بیاریم. خیر، گروه های مختلف اومدن دست به دست هم دادن. الان من دو هفته سه هفته پیش یک جلسه با دوستان نشسته بودم، گفتگویی داشتیم، شمولی در حدود 7-8 گروه مختلف هستن. هر کسی میگه من میتونم آلترناتیو بشم، همه بیا این چیزی چتر بنده. یکی از دوستان در اون نشست در اون گفت اشتباه میکنی. من کجا اشتباه میکنم؟ گفت من شمردم 18 تا گروه هستم، 7-8 تا نیستم. خب 18 تا 7-8 تا هرچی. متاسفانه گروه های مختلفی شما میبینید در خارج ادعای رهبری میکنن، ادعای آلترناتیو بودن و شدن میکنن. اینها هیچ کدوم رو ریشه در ایران نداره، حرکت در ایرانه. اونهایی که مبارزه دارن میکنن در ایران هستن. ازا تنها کاری که ما میتونیم بکنیم در خارج از کشوره و اون عرض کردم حول اون محور مشترک، اگر دست به دست هم بدن، همگام و هم صدا بشن، میتونن صدای ملت ایران رو به جهانیان برسونن. و اون محور مشترک هم عرض کردم 3 نکته بیشتر نیست که همه دوستان بهش اشاره کرد. خب از اینجا نتیجه میگیریم. وقتی سوالی که جناب مانی مطرح میفرمان اینی که نقش رضا پهلوی چیست؟ ببینید ایشون چندین بار در جلسات مختلف، در مصاحبه‌های مختلف، در نشست‌های مختلف به وضوح بیان کرده، ما در قرن 21 هستیم، قرن 19 هم نیستیم، اوایل قرن 20 هم نیستیم. یک فرد سوار بر اسب یا جلو ملتی رو بخواد به پیش ببره، به پیروزی برسونه، ایشون در کنار ملت هستن. ولی شما سوال فرمودید آیا ایشون میتونه ائتلاف به وجود بیاره؟ خیر، ملت خودش باید کار سیاسی خودش رو انجام بده. این ملت باید به اون قدرت، به اون درجه رسیده باشه بتونه تشخیص بده که نیاز داره دست به دست هم بده، از لحاظ سیاسی ائتلاف ملی رو به وجود بیاره. ایشون هم در کنار ملت، دوشادوش ملت فعالیت دارن میکنن، هستن. خب یکی از اون فعالیت های خارج از کشور صدای ملت ایران رو به جهانیان رسوندنه. ایشون به وضوح دارن انجام میدن، به خوبی هم دارن انجام میدن. کدوم ما میتونیم با کشورهای مختلف، با رؤسای کشورهای مختلف، با پارلمانهای مختلف موضع ملت ایران رو روشن کنیم؟ ایشون این کار رو داره انجام میده. بیشتر از اینکه شما چه انتظاری دارید؟ ولی ایشون رو به عنوان نماد ملی نباید وسط کارهای سیاسی به صلاح آورد. چرا؟ در امور سیاسی، در فعالیت سیاسی اشتباه کردن داره، در اشتباه کردن چوب خوردن داره. ما نمیخوایم یک نماد ملی بداریم چوب بخوره. ازا به این ترتیب من نظرم اینه، ایشون کار خودشه، وظایف خودشه داره انجام میده و دوشا دوش ملت هستن، ولی ائتلاف رو ما با بینش سیاسی قوی باید به وجود بیاریم. یعنی چی؟ یعنی دستا رو به دست هم بدیم، نیروی ائتلافی رو در پشتیبانی، عرض میکنم، تکرار میکنم، در پشتیبانی از جنبش مردم در ایران باید به وجود بیاریم، نه اینکه خودمون آلترناتیو براشون بسازیم. دولت ائتلاف ملی هم که من عرض کردم 90%شون در خارجه، چند نفری ممکنه در خارج در داخل هستن، از جمع 90%شون در داخل هستن، 10%شون ممکنه در خارج باشن که به اونها کمک بکنن، از لحاظ فکری، از لحاظ برنامه ریزی و کارهایی که اونها خودشون نمیتونن بکنن. این در واقع وظیفه ما در خارج از کشور کمک به ایجاد ائتلاف ملی است بین نیروهای دموکرات سکولاریسم، اونهایی که اعتقاد دارن به مردم سالاری.
این وظیفه ماست. نقش ایشون هم نقش شاهزاده هم خیلی روشنه و من شخصا انتظار ندارم که بیشتر از این ایشون پا به میدون بذاره و بخواد نیروها رو به صورت تصنعی متحد کنه یا همگام کنه. نیروها باید یا مخالفین باید عقلشون به اون حد رسیده باشه، به اون حد به اصطلاح رشد و توانایی فکری رسیده باشن که بتونن تشخیص بدن میبایستی خودشون دست به دست هم دیگه بدن یک نیروی قوی رو به وجود بیارن. ضمناً ایشون چندین بار اشاره فرمودن برای ایجاد یک جبهه فراگیر که بتونه نقش یک دولت ائتلافی رو در ایران بازی کنه، شما احزاب قوی میخواین. احزابی ما میخواین که افکار مختلف رو به مردم بتونن عرضه کنن، مردم بتونن با آگاهی کامل برن پای صندوق‌های رأی در اون مجلس مؤسسان تصمیم بگیرن. ازا از همکنون درست ما در ایران نیستیم، در خارج این گروه های مختلف افرادی که به اصطلاح مخالفین مختلفی در گروه های مختلف منسجم هستن خودشون میتونن احزابشون رو بسازن، تئوریشون رو، تزشون رو، مسلکشون رو مدون کنن، به مردم عرضه کنن. اون موقع است که میشه یک جبهه واحد به وجود بود. افراد به ترتیب 50 میلیون، 20 میلیون، 10 میلیون رو شما نمیتونید جمع کنید اینا بشن جبهه. نه، جبهه فراگیر رو موقع میشه تشکیل داد که همین نیروهایی که شما فرمودید دست به دست هم بدن، ولی نیرو بشن. لذا گروه های مختلفی که جناب براتی اسم بردن، اینها هر کدومشون به تنهایی میتونن فعالیت داشته باشن، مسلکشون رو مدون بکنن و در یک نیروی ائتلافی به ملت بیان کمک بکنن. عرضی نداره. بله آقای براتی، شما سخنان آقای بهرامیان رو شنیدید، نظر شما چیه؟ شما نقش آقای رضا پهلوی رو در این برش زمانی چی میبینید؟ بله. اجازه بدید که کاملا هم نظر نباشم با جناب بهرامیان. من اون مسئله‌ای که وجود داشته در گذشته داخل و خارج، این جدایی رو دیگه نمیبینم به این شکل. با نیروهای ملی که صحبت میکنیم اسم داره، منظور اونهایی که اسم ملی دارن جبهه ملی هست و نهضت آزادی هست و اگر باشن جریانی که هوادار از خلیل ملکی و نیروی سوم بود، اینها به اسم نیروهای ملی هستن. با اونها هم همین تماس داخل و خارج وجود داره، ولی به دلیلی هم که قبلا اشاره شد، در شرایط سرکوب محض که هیچ نوع امکان سازماندهی داخل داده نمیشه، یه نظر هم از خود داخل در میان نیروهای ملی برآمده و اون نظر این است که رهبری آینده جنبش از دل این جنبش‌های سندیکایی و مدنی بیرون خواهد آمد و چون این جنبش‌ها روز به روز سیاسی‌تر خواهند شد و جایگزین به اصطلاح احزاب سیاسی شدن فعلا در صحنه سیاسی، در صحنه کشوری به علت امکان فعالیت محدودی که دارن، در تداوم این حرکت از دل اینها رهبرانی زاده خواهند شد که رهبری جنبش سیاسی رو به عهده خواهند گرفت. این یه نظری است که در داخل کشور وجود داره، در خارج هم هست این مسئله. من حتی این مسئله درست، یعنی صحبتی که ایشون میکنن جنبه عملیش رو در نظر بگیری. از نظر عملی خب وقتی که نیروهایی که اونجا هستن نتونن متشکل بشن، نتونن حضور داشته باشن، نمیتونن هم نه دولت موقتی اعلام بکنن، نمیتونن دولت گذاری انتخاب بکنن و نه چیزی شبیه این. یک راه در گذشته وجود داشته و اون این بوده که رهبران جریانات ملی از داخل وقتی شرایط حاد شده و امکان سقوط حکومت هست، اینا از کشور خارج شدن، اومدن بیرون و از خارج کشور این فعالیت ها رو سازماندهی کردن، گسترش دادن، به هم پیوند دادن. این امکان هست و شدنی هست، ولی در همینجا هم درست، چون الان اون نسلی که اینجا به عنوان پناهنده سیاسی یا مهاجر هست، اینها مگه از تو ما اومدن؟ مگه از کره؟ اینها افراد ملی و این ملت این کشور هستن
که مجبور شدن به دلایل سیاسی اومدن در خارج زندگی میکنن و من هیچ دلیل نمیبینم که ارجحیت ویژه‌ای بدم به کسی که در ایرانه و اون به دلیل شرایط نمیتونه فعالیتی حتی همین فعالیتی که در خارج میشه نمیتونه انجام بده. بنابراین این درست هست که هسته اصلی و اساسی جنبش باید در داخل باشه، رهبری اون حرکت هم باید به طور اولا در داخل باشه، ولی من یک ترکیب داخل و خارجی جدایی نمیبینم، یک ترکیب ملی میبینم. اما در مورد میبینم شما نگاه به ساعت میکنید، در مورد عرض شود که نقش رضا پهلوی، ببینید ایشون خودشون تا به حال ادعایی در این مورد نداشتن که میخوان رهبر جنبش سیاسی آینده برای براندازی حکومت موجود باشن. ایشون هر جام صحبت کردن حد اکثر گفتن ایشون میخوان کمک کنن به همگرایی نیروهای مخالف. این صحبتیست که ایشون میکنه. کسی که بخواد رهبری یه جنبش رو به عهده بگیره میاد یه بخشی از یه حرکت سیاسی، مثلا بخشی از حرکت مشروطه خواهان میشه، یک حزب مشروطه ای هست، ایشون رهبری رو میگیره، مدعی کسب قدرت. اصلا اپوزیسیون معنیش اینه که من میخوام به قدرت برسم، حالا چه به عنوان مشروطه خواه چه به عنوان جمهوری خواه، باید مدعی کسب قدرت باشه. ولی ایشون راه دیگری رو انتخاب کرده، شاید هم غلط نباشه. در یه وقتی در یه صحبتی که بود من گفتم که اگر ایشون بخواد به عنوان یک عضوی از یه جریان سیاسی، حزب سیاسی وارد حرکت سیاسی بشه، این حرکت با سرکوب، با تهمت، با عرشبت مقاومت های خیلی زیادی روبرو خواهد شد و قبل از اینکه حرکت به جلو بره ممکن متوقف بشه. شاید این برداشت ایشون، تشخیص ایشون هم در همین حد بوده که اینطور خواهد بود، بنابراین این رو به عهده گرفته که فعلا اینطور عمل کنه. اما هیچ کس به دلیل ادعای شخصی خودش رهبر یک جنبش نمیشه. رهبرها چجوری به وجود میان؟ رهبر اینجوری پیدا میشه که اگر به طور مثال میگم فردا شما یک بیانیه، یک اعلامیه صادر کنید، از مردم دعوت کنید که روز مشروطه جلو مجلس شورای ملی حاضر بشن و با سکوه حاضر بشن و احتمالاً علامت مشخصی هم از خودشون نشون بدن، اگر 10,000 نفر رفتن اونجا، شما به اندازه همین 10,000 نفر میتونید ادعا داشته باشید. اگر اعلامیه بدید که بازار باید اعتصاب کنه، شیر نفت بسته بشه، به محض اینکه یکی از این کارها انجام بگیره، شما این نقش رو پیدا کردید، خود به خود پیدا کردید، چه دیگران بخوان چه نخوان. الان هنوز همچی وضعی هیچ کدوم از جریانات سیاسی ندارن، بنابراین هیچ نوع نگاه تخریبگرانه به رضا پهلوی نباید داشت. ایشون کاری انجام نمیده که خلاف مساله ملی باشه یا خلاف حرکت اپوزیسیون باشه. دعوت میکنه اپوزیسیون رو به همگرایی و همینقدر هم مثبت هست. بقیه مسئله مربوط به این میشه که ایشون در صحنه واقعی سیاست چه نقشی رو به عهده بگیره و چقدر در این بخش موفقیت داشته باشه. ممنون. بله، پاسختون کاملا روشن بود. آقای یغمایی عزیز، شما دور قبل در این باره نظرتون رو دادید، ولی اگر جملاتی تکمیلی دارید بفرمایید تا با شنوندگان و بینندگان بدرود بگویید. ببینید، من نظر دوستان قبول دارم، منم معتقدم که آره جنبش اگر در داخل کشور شکل بگیره، وجود داشته باشه و خودش نشون بده، طبعا اون مسئله ای که ما همه نگرانشیم، یعنی تجزیه ایران و حفظ وحدت، این در داخل خود نیرو از درون مردم خواهد جوشید و حفظ خواهد کرد. منتها ببینید، من به عنوان یک پناهنده در خارج کشورم، وقتی که نگاه میکنم آره آرزوم اینه که روزگاری شاهد باشم، ولی اجالتاً چهره ها و شخصیت ها رو میبینم، ولی این تشکل رو هنوز به صورت جنینی میبینم و به صورت یک به قول معروف کسی که زاده شده باشه نیست. به همین دلیل هست که اگر تأکیدی من میکنم روی آقای رضا پهلوی، به این دلیله، برای اینکه او صدای پرتنین تری از بقیه داره، میتونه نقش ویژه‌ای بازی بکنه، یک نقشی از حافظه جمعی از او در حافظه جمعی ایرانی ها هست. به هر حال شاهد بودیم، درصدش من نمیدونم، وقتی که شعار میدن بالاخره این شعارها دروغ نیست، یعنی
این یه صدایی که میتونه انعکاس بده و باید از این صدا استفاده بکنه. حالا در کجا قرار بگیره اینو آینده نشون خواهد داد. دوستان گفتن که شخصیت های رهبرها زایده شرای تاریخ، یعنی کاملا درسته. بعضی وقتا تاریخی که آدم انتخاب میکنه که خلاصه توی نقطه قرار بگیره. من معتقدم که باید باز هم در کنار هم ایستاد، جنبش داخلی کشور رو در نظر داشت. نقش شازده رضا پهلوی رو من نقشی خلاصه پررنگ میبینم، یعنی یک موقعیت تاریخی که باید بهش پاسخ داد. داره چگونگی و کجاییش به خود او مربوط است و پتانسیلش. من و امثال من بر اساس شناخت خودمون عمل میکنیم و نظر میدیم. طرف مقابل خودش باید فکر بکنه که چه باید بکنه. این نکته از یکی هم این که با توجه داشته باشیم که آقای رضا پهلوی در یک کشور دیگه به سر در میان خودش که نیست، که من نمیدونم چه شرایطی از نظر بین المللی بر ایشون حاکم هست و چقدر خلاصه امکان خلاصه جنب و جوش در حیطه‌ای که میخواد داره. چون من یک چیز رو میدونم، ببینید کشورهایی که از ایران دارن میبرند، اون 5-6 کشور، حکومت تسلیم شده و رام شده ملایان بهترین انتخابشون. جهان ما جهان تنازع بقاست. متاسفانه یک ایرانی که بشه عرصه صادرات و واردات و صدور سرمایه و اینها، برای اینا بهترین شکله. بنابراین یک حکومت دموکراتیک و مردمی که بتونه منافع مردم ایران رو در نظر داشته باشه مورد نظر اینها نیست و ما به این هم باید توجه داشته باشیم. و اینجاست که باید از هر اهرمی که وجود داره استفاده کرد و نیز موقعیت تاریخی خودمون رو دریابیم. من باز هم به عنوان یک ایرانی جمهوری خواه روی نقش آقای رضا پهلوی تاکید میکنم و نیز حرفای دکتر بهرامیان رو که باید در داخل کشور مورد قبول منم هست، به امید این که جنبش داخل کشور به نقطه‌ای برسه که این نیروی ملی بتونه ایران رو از این خطر نجات بده و این پارازیت ها رو بریز از ایران بیرون، یعنی از تاریخ ایران، و نیز کسانی رو که با پول و سودای بیگانه قصد دارن به تکه پاره کردن مام میهن بپردازند. همین و چیز دیگه باید ندارم. خب سپاسگزاری میکنم. یک بار دیگر از ما میهمانان ارجمندم آقایان بهرامیان براتی و وفای اقمایی، و از سوی شما گرامیان و خودم بدرود میگم به همه کسانی که این برنامه رو شنیدند، با ما بودند. تا برنامه بعد همه شما رو به شادی و اندیشه میسپارم. بدرود 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 و سپاس.